کار من مجسمه است، ولی این به شکلهای مختلفی بروز میکنه. مثلا چیدمان، اجرا، حتی تصاویر دو بعدی درست میکنم. من قبلا با خط فارسی کار میکردم، اصلا پیشینه کاری من این بوده، تایپوگرافی و خط فارسی. یه مجموعه عکس از من هست که بیشتر دیده شده، مجموعه من تن وطن، که خب من اینا رو میبردم، این کلمه ها رو توی خیابون، اینو میدادم به رهگذرا و ازشون میخواستم که یکی از اینا رو انتخاب کنم و تو دوربین نگاه کنم. بعدش که اومدم از ایران بیرون متوجه شدم که دلم نمیخواد دیگه کار بکنم، به خاطر اینکه به اون جنبه تزیینی خط فارسی علاقه نداشتم. دیدم که خب مخاطب من نمیتونه اینا رو بخونه. کنار گذاشتن خط یا زبان فارسی برای من رفت به این سمت که من خیلی متوجه این شدم که خب من میتونم از کلمه به عنوان ماده استفاده کنم، ولی دلیل نداره کسی بدونه من دارم به چه زبانی حرف میزنم یا اصلا مهم باشه این مسئله. من شروع کردم یه سری کار ساختن که اینا تکه های گله که من توی دهنم میذارم، هر کدوم از اینا یک کلمه است، حرف میزنم و بعد در میارم از دهنم، بعد اینا رو با یه سری عکس های پیدا کردنی ترکیب میکنم و یه چیدمان هایی درست میکنم که خیلی شکستنی و کوچولو و ظریفن. برای من کار هنری کردن یه مقدار زیادیش شبیه به کنترل در آوردنه. بازم برمیگرده به وضعیت های موقتی فکر کنم که برای نسل من لااقل از بچگی بوده، که هی فکر میکنم این اینجوری نمونه، اینجوری نمونه، ولی خب آخرش هم که موند. چیدمانی درست کردم توی گالری که یه جوری مثل یک استخر کم عمقه که این تصاویر توش شناورن و این تصاویر رو حالا یه مقدارش از قبل بوده، یه مقدارش هم یک چاپگری روی نردبون نشسته و اینا رو چاپ میکنه، هی هر 20 دقیقه یه بار اینا سر میخورن میرن تو استخر. انظر خود من خیلی خنده دار بوده به خاطر اینکه این چاپگره در نقش یک فرمانده، مثل یک کسی که یه اختیاری داره اونجا نشسته داره این تصاویر چاپ میکنه، در حالی که واقعیت اینطوری نیست، این فقط ظاهر ماجراست، پشت ماجرا این تصویر داره از یه جای خیلی به شدت کنترل شده میاد. ولی خب چیدمان این تصویر و اینکه چجوری کنار هم قرار میگیدن بسته به آبه، آب اینا رو تکون میده، کنار هم میذاره. و ضمن اینکه این کار من توی زمستون توی گالری گذاشتم و به خاطر هوا این یخ زد، وقتی یخ زد با مزه بود دیگه، اینا گیر افتادن، بعضی تصویر رو مثلا دوباره باز میشد دوباره تکون میخوردن. یه چیزایی بود که از دست من خارج بود. یه سری المان ها توی کار من فکرم تکرار میشه، مثلا دست، دود، آتش، آب. این المان ها خیلی موقعا به وضعیت نامطمئن، موقتی، آشفتگی، بحران، به این چیزا اشاره دارن. توی کارا بعضی موقع دستایی میبینیم که روی هم گذاشته شده خیلی منفعل، یه گوشه نشستن انگار دارن اطاعت امر میکنن، یا اونجور که ما تو فارسی میگیم دست رو دست گذاشتن، انگار یه فاجعه ای در حال اتفاق ولی انگار که دستا بیکار نشستن یا دستا شدیدن در حال طلب هستن. توی این کار ما یه سری خورده های عکس، نوارای عکس می‌بینیم که کنار هم، تصویر کنار هم دیگه اومده. اینا از جاهای مختلفی اومده،
مثلا یه اژدها از گوشه تصویر داره میاد تو، بعد ما دو تا فیگور توی نقاشی های قدیمی ایران رو میبینیم همدیگر بغل کردن، از اون ور یه خورده عکسی مونده که انگار دوباره دو نفر همدیگر بغل کردن دارن میدوئن، بعد کم کم یه چند تا اسب اومدن تو، این شبیه یک رزمیه. خب مثلا این دوتا زن که همدیگر بغل کردن یه عکس از زنهای ایزدی که داشتن می جنگیدن. اون اسبی که یه قطعه بزرگش توی کاره، مثلا یه عکسی که من تو شیراز روبروی آرامگاه سعدی گرفتم، خود این نقاشی دیواری که روبروی آرامگاه سعدی بود از یه نقاشی مینیاتور قدیمی میاد. اینا یه جوری به لحاظ شکلی به هم ربط پیدا میکنه، ولی ما رو بر میگردونه به سمت قصه های هر کدوم از ماها. هرچی بیشتر پیش رفته من سعی کردم راه حلایی پیدا کنم که پروسه و روند کارم رو بیشتر شریک بکنم مخاطب توش، به جای اینکه یه محصول نهایی بهش بدم. اصلا اون محصول نهایی راستش بخوای اصلا بر من جالب نیست. چطور میشه مخاطبی از هر جا با هر پیشینه رو در یه حدی با کار رابطه بهش داد؟ این مسئله شاید هر آرتیستیه، هر هنرمندیه، ولی هنر معاصری که اینقدر به هویت و حتی سواد ربط داره، این کار خیلی کار آسونی نیست. قواعد زیبایی شناسی قدیمم دیگه راستش بخوای خیلی به کار نمیاد. برای من همیشه پیدا کردن این راه حلای جدید خیلی جالبه. آیا میشه ما واقعا امیدوار باشیم که میشه چیزی جدیدی رو درست کرد و بهش گفت زیبا؟